سنگ گیر شما، دلهای سنگ گیر شما. ای شهر بی آیین شده، ای مردم غمگین شده، ای عالمی بی‌دین شده، از عهد ننگ گیر شما، از عهد ننگ گیر شما. درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس. برنامه دیرگاه از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستم و در این برنامه آقایان دکتر قره‌گذلو و سیاوش اوستا ما را همراهی میکنند. در قطر مسابقات فوتبال گرم و داغه و هر روز یکی از تیم‌های در حال برجسته دنیا که در این مسابقات حضور دارند مسابقه میدن و یکی از رویدادهای جالب پیروزی عربستان سعودی بر تیم آرژانتین، تیم قدرتمند و که سالهای سال در زمینه فوتبال پیشرفت‌های جالبی داشته. عربستان سعودی برخلاف جمهوری اسلامی تیمش پیروز شد و به هر حال به قول فیفا شگفتی آفرین. آقای سیاوش اوستای عزیز که در حال چهره قبراق ایشون رو روی تصویر تلویزیونی در پایین من میبینم و به زودی شما هم خواهید دید و امیدواریم، بله امیدواریم که مطالبی که هر هفته ایشون بیان میکنه بسیار جالب و اثرگذار است، امروز هم بتونیم از این نوع برنامه ها و مطالبی که بیان میکنن بهره‌مند بشیم و همه شما بینندگان این برنامه. درودی بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز، امروز خیلی شیک و در حال مدرن شدین، قربان پاریسی شدین یعنی. درود بر شما. این البته به برکت آقای همین شهرتی این ایشون از اونجا به ما میگه نورا رو چجور تنظیم کنیم و تصویر و اینا رو، وگرنه ما که قربان همونی که بودیم، میگه احمد بوده همون که بوده. برحال ما عادت داشتیم حتی تو گرمای تابستون هم کت میپوشیدیم آقای شرفی، بعد گفتن که چرا کت میپوشیم، گفتم تو کت میشه خودکارا ما رو بذاریم. حالا اونچه درسته شرفی؟ خیلی سپاسگزار از محبت شما. چه خبر قربان در دنیای فرانسه؟ خبر که درود دارم به شهرتی و برادرم امیر شجری عزیزم و شما استاد سیروس شرفشاهی و همه بینندگانتون که خیلی زیاد انای شرفشاهی بینندگانتون، چون این آمار رو همه میتونن دسترسی داشته باشن، کنترل کنن، ببینن تلویزیون پاس رو خیلی میبینن. این باید به امیر شجری عزیزم، مهندس امیر شجری شادباش بگم که یکی از تلویزیونایی است که از ابتدا تا به امروز تو خونه ها و قلب های مردم جا داشته. آیه شرفشاهی استاد عزیز، نخست این که نکته بسیار بسیار مهم میگه امروز امشب خدمتون میگم، شب ما عصر شما، یک ویدیوی هست 3 دقیقه که حالا تا چند دقیقه دیگه پخشش میکنن آقای شهرتی. این در 3 دقیقه 3 تا مطلبه، یکی این که اساس اونی که میخوام من بگم یعنی تضاد و درگیری و جنگ داخلی در بین قدرت های نظامی نظام شروع شده، این یک. و دوم این که میبینیم که چه از نظر نظامی و تیر و تیراندازی و چه از نظر کتک زدن مردم، این دوتا نیروی من میخوام اینجوری بگم، یکی بگم سپاه قدس که خارجی ها هستن و یکی نیروهای انتظامی ایرانی پاکسرشت آریایی ایرانی که میبینن الان چه بهشون میگذره. در بخش اول ما یک سردار رو برای نخستین بار میبینیم که علنی میاد و یک اسراری رو فاش میکنه و پرخاش میکنه به نظام و خلاصه تبری میجوی از این نظام. نکته مهم دیگه آقای شرفشاهی که حالا بین میپردازه اون اینه که شوربختانه ایرانی کشی الان دیگه داره بیشتر گسترده میشه و خصوصا توسط جمهوری اسلامی دنبال میشه. تا
تا چندی پیش طالبان و داعش بودند که در افغانستان، در عراق ایرانی ها رو میکشتن، یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، ایزدی ها، علوی ها، اینا رو قتل عام میکردن، به بردگی میبردن و غیره. و بعد طالبان در افغانستان شروع کرده، و حتی امروز من با بچه های مقاومت افغانستان که صحبت میکردن میگفتن دیگه اصلا دنیا ما هم فراموش کرده، چون ما هر روز داریم کشته میدیم. و حالا میخوام این بگم آقای شرف شیخ، این تصفیه ایرانی در جهانه که شوربختانه الان جمهوری اسلامی وارد عمل شده، بعد از اینکه ترکیه حملات شدیدی به کردستان عراق کرد و کردهای زیادی رو کشت، که یادمون نره کرد واژه اصلش هست گرد. اعراب چون گاف نداشتن، همچنان که زبان پارسی رو چون پ نداشتن گفتن فارسی، همچنان که جام جم، ما انسانهای جم هستیم و از جمشید هستیم، جم و جمشید ما رو هم کردن عجم، عجم میگن. و بعد کردهای ما رو کردن، گردهای ما رو کردن کرد، میگن کرد. حالا گردستان بزرگ ما که در چهار کشور هست، در ترکیه، ایران، عراق و سوریه، اینا تقسیم کردن بعد از جنگ جهانی اول، برای همین روز که بتونن این تبار آریایی رو نابود کنن. ما دیدیم و شاهد بودیم که چه جنایت هایی در این سالهای اخیر ترکیه در رابطه با کردستان انجام داد و خود صدام حسین تا چند. الان آقای شرفشاهی، اینها، این اعتراضات که نه، انقلاب نوین مردم ایران رو جمهوری اسلامی و سپاه قدس بهانه کرده، چون سپاه قدس سپاه بیگانه است. البته تو اونم آدم های خوب داریم که درگیر شدن که سر جاش صحبت میکنیم، ولی سپاه قدس یک سپاه غیر ایرانی است که اسلامی است و در خارج از مرزها و حتی داخل هم داره الان سرکوب میکنه. اینها شرفشاهی اینو بهانه کردن، انقلاب نوین ملت ایران رو، برای حمله کردن به کردستان. نه که کردستان خودمون که دارن تو ماهآباد و ایدزو چرای دیگه، سنندج و اینا دارن روزانه با تیربارشون حتی میکشن، در کردستان عراق اینها وارد شدن. یعنی اینا الان دارن میگن ما میخوایم وارد بشیم، نه، وارد شدن. و چون در عراق اینها نیروهای هشت و شعبی هم دارن، در عراق هم الان کشتار زیادی از گردهای دلیر ما کردن. گردها آقای شرفشاهی همون تبار کهن هخامنشی ما هستند، مادها هستند، اشکانیان هستند، صاحبان اصلی ایران آریایی هستند، ایرانی هستند. شما گردها رو که میبینید، میبینید تا به همین امروز از کیان گرفته 9 ساله که کشته میشه تا بچه های دیگه، همه به این لباس بختیاری خودشون، لباس لوری خودشون، چون همه اینا تبار یکیه، مینازن و مفتخرن و لباسی که میپوشن، حرفی که میزنن، سخنی که میگن. الان داره این قتل عام صورت میگیره، گرده های دلیر ما در خود عراق، برای که نسل کشی کنن و این تازی ها بیان جای همه ایرانی آریایی بگیرن، از افغانستان، ایران و غیره. حالا یک عده بسیار زیادی استاد شرفشاهی از ایرانی هایی که در سپاه قدس، در ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج هستن، اینها دیگه موضع‌گیری قاطع کردن و با اینا می‌جنگن. شما بدون شک در این چند روز اخیر شنیدید که میگن گروه‌های تروریستی وارد ایران شدن و اینها تیراندازی کردن، مثلا کیان رو اینا کشتن. حالا قبلا یه شگرد دیگری به کار می‌بردن که دخترای ما و پسرای ما که می‌کشتن، می‌گفتن از اون بالا افتاد پایینو، افتاد تو چاله و خودکشی کرد و اینا. حالا که تیره، با تیر میزنن میکشن، میگن نه، اینا تروریست هایی که از عراق کردها اومدن، اینا رو میگن. اینا دروغه. اینها آقای شرفجایی مشخصا درگیری خود نیروهای انتظامی با همه. این یک فیلمی که الان هست ما میبینیم، در قسمت دومش ما میبینیم، یا فیلم زیاده، چون وقت برنامه تون بر حال منم که در خدمتتون هستم خیلی کمه. آقای شهرتی از این فیلم ها زیاد داره که پلیس مداخله میکنه و پلیس سپاه قدس رو کتک میزنه و زن و بچه رو از تو دست اینا در میاره. من خودم امروز حدود 20 تا از این فیلم ها شماردم که در اختیار ماست و زیادتر از اینها، که مردم ما، یعنی مردم سرزمین آریایی سرحشور ایرانی، اون آرزویی که ما داشتیم، وحدتی که بهش برسن، همبستگی که بهش برسن، بشن یک ملت، شدن یک ملت. چه سپاه، چه بسیج،
چه نیروهای انتظامی، اون نیروهای ایرانیش، اون نیروهای تازی، اینا کم کم میزنن. به همین خاطر اینا با هم درگیری مسلحانه هم کردن. حتی اگه شما تصویر دیدید که آتشبار آوردن، رگبار میبندن، اون رو آوردن که سربازای خودشونو بکشن، سپاهیای خودشونو بکشن، پلیس خودشونو بکشن که با اینا مخالف هستن های شرفشاهی. یعنی جنگ داخلی ایرانی با خارجیایی که در ایران هستن و لباس پلیس ایران رو پوشیدن الان درگیر شد، شروع شده و دنبال میشه. برای درک مفهوم این مسئله همین فیلم رو اگر آقای شهرتی داشته باشن میشنویم که در ابتداش میبینیم این یکی از سردارهاست که در شوشتر فرمانده بود آقای شرفشاهی. صحبتایی که میکنه بسیار جالبه و هنوز این فرد در داخل خود ایرانه و مثل این سردار، مثل این تیمسار، مثل این سرلشکر، مثل این فرمانده نظامی ما در ایران زیاد داریم که اینا الان اسلحه کشیدن روی هشت و شعبی ها و سپاه قدس. اینو گوش میکنیم و در پیش هم یک چند ثانیه میبینیم که پلیس زن ایرانی از دست یک پلیس تازی نجات میده و رقص زیبایی از کیان عزیزم رو نیز در اینجا میبینیم که همش کوتاهه. بله اختشاش بودید، شما گروه اختشاش بودید. آقای سردار نقدی، میخواید بگیرید، من احمد پیکری هستم، بیایید منو بازداشت کنید، بیایید منو اعدام کنید، بیایید منو بکشید. صدام منو نکش، به دست شما کشته میشم. صدام اسیرای ما را دست و پا بسته و چشم بسته زیر مشت و لگد نگرفت، ولی شما چه اونای ما را دارید زیر مشت و لگد با چشم بسته با باتوم دارید میزنید. صدام به ناموس ما دسترازی نکرد، شما دارید به ناموس ایران دسترازی میکنید. اوف بر شما باد آقای نقدی، اوف بر تو و فکر تو باد، لعنت بر تو و هر چی مست تو فکر میکنن که به خون شهیدان ما خیانت کردین، به انقلابمون خیانت کردین، به نظاممون خیانت کردین، به همه چیمون خیانت کردین. هنوز طلبکار نیستید، هنوز گوشهای خود را پر کرده فکر میکنید مردم شما را میخوان. آقای سردار نقدی خیلی مردی، برو پیش رهبرت بشین، برو پیش رهبرت بشین. آقای خامنه‌ای رهبر من نیست، برو پیش رهبرت بشین، بهش بگو آقا حالا که ما اکثریت ملت شما را میخواهند، بیا رفراندوم برگزار بکنیم، رفراندوم تا معلوم باشه تو چقدر بین مردم محبوبی، تا معلوم باشه شما چقدر مردم دوستتون دارن، تا معلوم باشه شما حاکم بر کدوم نظام جمهوری اسلامی هستید. شما جمهوری رو قبول دارید؟ شما نوکر روس چین هستید، شما دشمن این ملت هستید، شما نمیخواهید قانون اساسی نیم بند هزار اشکال دار اجرا بشود، شما بی قانونی را میخواهید، اما این قانون اساسی فشل را هم نمیخواد اجرا بشه. ما همین فشل را میخوام اجرا بشه. اگر راست میگی تمام اصولش بذارین اجرا بشه، بگذارید مردم تظاهرات بکنن طبق قانون اساسی، بگذارید آزادی بیان باشد، بگذارید آزادی اندیشه باشد، بگذارید آزادی قلم باشد، بگذارید شکنجه رو غلط میکنید مردم میزنید. بهترین رسالت حزب توده رو شما انجام دادید. اوف بر شما باد که اسلاممون از بین بردید، ارزش‌های قرآنیمون از بین بردید. به هر جوانی از قرآن میگم، میگه دکتر خدا جمع کن. تو هر محفلی از آیه قرآن انقلاب و ارزش‌ها میگم، میگه دکتر خدا دلت خوشه. شماها باعث این روز شدید آقای سردار نقدی، شما باعث این روز شدید. شما همه را کافر دونستید الا خودتون، در حالی که خودتون از همه کافر ترید، از همه بی ارزش ترید، از همه بی وجدان ترید. لعنت خدا بر شما باد که به خون برادران ما خیانت کردید. روزی بیاید که اگر جلو پلاستون جمع نکنید، به زور جلو پلاستون پرت میکنیم بیرون. خدا از تون نگذره که ما از تون نخواهیم گذشت. هست. کیان نازنین هم هست که
دست مادرش زینب رو میبوسم و پدرش هم شایع کردن که کشته شده ولی حالش خوب نیست، در بیمارستانه. این کیان آقای شرفشاهی عزیز، استاد ناظرین، یه نابغه بود، بچه 9 ساله که داشت 10 ساله میشد، نابغه در هر زمینه بگین. عکسای ازش دارم من که داره تیراندازی میکنه، تفنگ دستشه، چه کارهایی میکنه. نخبه های ما و نابغه های ما را از کودکی تا بزرگسالی قرنهاست که دارن اینها شوربختانه از ما میگیرن، ولی این بار رقم گونه دیگر خورده است و به زودی شب در ایران می رود و روز و سپیده می آید و یک روزگار نوی رو ایرانی در جهان می آفرینه. استاد شرفشاهی عزیزم، بله، امیدواریم که در حال مردم ایران به زودی پیروز بشن و شر این رژیم از خاک ایران زمین بره. اینا همه عربن، یعنی همین ابراهیم رئیسی سریعا گفت بود آقا من افتخار میکنم عراقی هستم، آخرش هم میرم اونجا، من عربم. من مردمی که مدکه پوفیوز تو توی ریاست جمهوری ایران چیکار میکنی اگه عربی؟ برو همونجا توی عراق، همونجا بشه رئیس جمهورشون. این که به هر حال اینا با هجوم آوردن به این مملکت و الان هم که میدونین یه داستانی درست کردن، گروه های مختلف رو به هم به جون هم دیگه مثلا بندازن، بگن اینا تجزیه طلبن و میخوان ایران رو تجزیه بکنن. اصلا یه همچی داستانی در ایران بین مردم اصلا مطرح نیست. مردم مثلا مملکتشون دوست دارن، تمام نقطه های مملکت رو دوست دارن، اصلا اجازه نمیدن که افکار در حال تجزیه طلبی در اون مملکت ریشه پیدا کنه. بله استاد شرفشاهی، من همینطور که فرمودید در تایید فرمایش شما یه نکته ای رو بگم. اون نکته اینه که ببینید اینها لازم نیست که بیاد خودش بگه یا شناسنامه شما ببینیم، تمامی کسانی که سید خوانده میشن و عمامه سیاه آخونداشون سرشون میکنن، اینها از تبار اعراب هستن، بیگانه هستن، آمدن اونجا، باید از ما ممنوندار باشن که بهشون پناهندگی دادیم و زندگی دار میکنن. ولی من یک نکته رو امشب باز دوباره بگم، سید که میگیم عمومیت نداره استاد شرفشاهی. ما خیلی سیدهای خوبی داریم که در خدمت مردم بودن از قدیم تا الان. من هر از چند یه نمونه گفتم به شما، احمد کسروی، دکتر کوروش آریامنش، رفیق عزیز من، نازنین من. حالا امشب میخوام یه سورپریز دیگه هم به شما بدم که ببینید سید بودن صرف مسئله نیست. با رژیم جمهوری اسلامی بودن و در سرکوب مردم دخیل بودن اینه که مشکله. ببینید یه شخصیتی، من یه اسم میگم، آقای سید ابراهیم تقوی شیرازی. شما اصلا ایشون رو میشناسین؟ نمیشناسین. به هر کی شما بگین، به بزرگترین روزنامه نگارا بگید، سینماگرا بگید آقا سید ابراهیم تقوی شیرازی رو تو میشناسی؟ هیچ کس نمیشناسه. ایشون یک انسان محترم مشهور ایرانی است که همه ما میشناسیمش. منم خودم خیلی دوستش دارم، مقیم لندن هم هست. این فرد ابراهیم گلستان هست. ابراهیم گلستان، نویسنده، سینماگر، فیلمساز بزرگ ما، ایس هم سیده، هم سابق عضو حزب توده بوده تو جوونیش. ولی شما ببینید اصلا این اسم رو ایشون یک قرنه که از رو خودش برداشته. وقتی میگم یک قرن آقای شرفشاهی، چون میخوام بهش شادباش بگم، به ابراهیم گلستان، ماه اکتبر گذشته ایشون شد 100 ساله. 100 سالش شد و توی 100 سالگی یک بار نیومد امضا کنه سید ابراهیم تقوی شیرازی. اسمش از اون قدیم گذاشت ابراهیم گلستان. یعنی وقتی ما میگیم سید، منظورمون همه نیست، اونایی که تو قدرت هم، مثل آقای موسویان که ارتش دستشه، مثل همین نقدی که این جوان گفت، خیلی های دیگه. اینها بیگانن، اومدن تو سرزمین ما، لازم همیست شناسنامه هاشون ببینیم. خودشون هم سید که میگن اما من رو سرشون هست پیداست، ولی اون سید های باشرف که اصلا سیدی رو مطرح نمی کنن، چون نجات پرستی اصلا نباید مطرح بشه. اونا رو چشم ما هستن، جا دارن. خیلی آقای شرفشاهی، از این چه در زمان مشروطیت، چه در جنبش های آزادی بخش ایرانی، از اول اسلام، نهضت شعوبیه شما بگیرید، قرامتی بگیرید، تا سندباد بگیرید، تا بیاد تا الان، توشون سید بوده که اینا در خدمت ایران و ایرانی بودن قربان. بله آقای سیاوش عبستابن
میبینم که در درون رژیم فرار و استعفا و کنارگیری همچنان به سرعت ادامه داره. این علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی و که در حال یک استخوان محکمی برای این حکومت بود کنارگیری کرد از کارش و شورای امنیت ملی رو رها کرد، گفت دیگه نمیتونم در شرایط کنونی بتونم اون وظیفه رو انجام بدم. یکی دیگه از اینا وزیر راه بود که به حال اومد استعفا داد و اونم فرمانده سابق سپاه بود و گفت من دیگه نمیتونم ادامه بدم کارمو و میخوام برم. یعنی به تدریج اینا راههایی دارن پیدا میکنن که الفرار رو بذارن و از ایران برن. خیلی از فرماندهان سپاه و خانواده هاشون از ایران گریختن و امیدواری من هم همیشه این هست که اینها در نقاط مختلف دنیا در هر جایی که مستقر میشن شناسایی بشن و به این راحتی نتونن اونجا زندگی آرامی بعد از این همه کسافتکاری هایی که در داخل ایران انجام دادن زندگی کنن اونجا. استاد شرفشای، مشخصا در مورد شمخانی که گفتید، من این نکته رو بگم بچه ها، ملت ایران، ملت سربلند، گول نخورید. شمخانی ها و یه در خود ایران محاکمه بشن. ببیشش علی شمخانی رو من در برنامه شما و در برنامه های خودمون بارها گفتیم، نشون دادیم که ایشون با صدام حسین هیچ فرقی نداره. یعنی اگر شما میبینید صدامیان و حزب بس تو ایران مردم ما رو میکشه، به خاطر وجود علی شمخانی است. چون الان این قضیه هم پیش اومده که بعضی تکذیب میکنن رفتنش، بعضی میگن نه میخواد بره هست اینا. من اینم اینجا باز آقای شرف شهید بگم، خیلی مهمه، ایشون علی شمخانی، محسن رضایی که الان هست و 4-5 تا دیگه از معاونینش که شورای امنیت هستن، تو سپاه هستن و الان فرماندن، اینها زمان محمد رضا شاه با پول صدام حسین و با کمک حزب بعث در خوزستان یک گروه تروریستی تشکیل دادن به نام منصوریون. مردم اینا رو یادداشت کنی، یادتون داره نذارین اینا فرار کنن. گروه منصوریون، اینها هدفشون تجزیه خوزستان بود. صدام حسین به اینها پول داد که عملیات تروریستی انجام بدن تا خوزستان از ایران جدا بشه. ولی اینا چون خیلی کوچولو، به قول ما میشد یا خردو بودن، آقای شرفشاهی استاد، اینا رو زود گرفتن و رفتن زندان و یکی دو تاشون هم اعدام شدن، بقیه موندن که بعد از زندان اومدن بیرون. سینما رکس آبادان رو چون من با استاد علی تهرانی رفتیم خوزستان و پرونده رو من خیلی خوب میدونم، دنبال کردیم خوزستان که رفتیم، پرونده سینما رکس هم کار علی شمخانی، محسن رضایی و دیگران بود. بچهای سپاه الان میدونن که کشتار زیادی شده از جنگ ایران عراق که عمدی بوده سربازی ما رو کشتن، 5-6 هزار نفره. الان پرونده داره محسن رضایی با علی شمخانی، اینا رفیق بودن با هم، همونطور منصورین بودن. اینها تو جنگ هم که بود باز بچه های ما رو میکشتن، 6-5 هزار نفر در جبهه ها، تا الان هم دارن میکشن. الان هم آقای این شمخانی، استاد شرفشاهی، میخواست یه قتل عام دیگه مثل سال 98 میکنه. 98 ایشون کرد، صداشو من براتون پخش کردم که گفت ما اینا رو میکشیم تا از خیابون برن بیرون. صداشو پخش کردم براتون، هست. 96 همینطور، قبلا ایشون 20 سالی که اونجا پست داره، 40 خورده سالی که مشاور اول علی خامنه ایه. اینها درست صدام حسین بودن که اون کاری که صدام نتونست بکنه اینا کردن و کشتن و میکشن. الان هم اینو بگم بهتون، اینها میخواست دوباره علی شمخانی قتل عام کنه، ولی بقیه انسانهای با شرفی که در نیروهای نظامی هستن درست وایسادن. حالا منم داریم فیلم ها رو یه روز منتشر کنم، در خود شورای امنیت ملی به علی شمخانی فحش دادن، گفتن تو رو بچه تو پولات جمع کن، کشتیاتو برو بگیر، تو میخوای بری ایرانی بکشی دوباره؟ ما مگه میذاریم ایرانی بکشی؟ سال 98 هم که کشت آقای صادقی، وکیل مجلس بود، اومد افشا کرد آبروشو بود. این وقتی که الان نتونست قتل عام کنه مثل قبل به خاطر این عظمت انقلاب که جهانی شده، میخواست در بره، اصلا میخواست فرار کنه. اون که گفتن حاجی زاده تو فرودگاه گرفتن، او علی شمخانی بوده. علی شمخانی میخواست بذاره فرار کنه بره، به که ماموریت دارم تو عربستان سعودی، چون آدم سعودی هست، پول گرفته، مدال طلا گرفته، فیلماش همه رو منتشر کردیم از که نذاشتنش بره، برگردوندنش. اینه که افتخار برای ایرانی است
مطمئن باشید استاد چرمشاهی، ملت ایران پیروز میشه این بار. نکته پایانی که بگم چون تایم نداریم، همه کسانی که مورد شکنجه، تجاوز جنسی و قتل و کشتار واقع شدن، اینها اسامیشون رو به سازمان ملل متحد و یونسکو و جایزه حقوق بشر امنستی انترنسیونال اینا برسونم، پرونده دنبال میشه و چون اینا دارن با دنیا کار میکنن میشه رو اینا فشار آورد. خواهش میکنم حتما بگید این پدر مادرای پدر سوخته ای که هیچی نمیگن و میان از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، اینها قاتلین بچه هاشون اینا هستن. اول اینا رو راه کنین، تو خانواده و دوستان اسامی رو بدین که اونا چه شکنجه شدن، چه کشتار شده، چون دفتر ویژه باز شده برای این قضیه. خیلی ممنون از محبتی که کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی داشته باشین. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزلو، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.